بسم الله الرحمن الرحیم. ای آرزوی جانم از ما سلام باده. دوستان عزیز انسانی سلام. ایشالله هر جا ایران زمین هستید حال دلتون خوب باشه. بچه رسیدیم به توانهای گویا و ریشه اینو. این مبحث از ریاضی سال 12 شما فصل آخر کتاب هست. با ما همراه باشید که انشاءالله کلی نکته قشنگ یاد بگیرید. بچه رسیدیم به ریشه انوم و توانهای گویا. این آخرین قسمت از ریاضی سال 12 شما عزیزان هستش. خب ما توی قسمت‌های اولی که داشتیم به شما درس می‌دادیم در مورد توان و رادیکال صحبت کردیم. خب اینجا باید یک یادآوری بکنیم و تیپ تست‌های سال 12 برای شما عزیزان حل کنیم. ببین ریشه گرفتند و توان، حالا دیگه کاری به انوم و گویاش نداشته باش. ریشه یک عددو که میگیری کوچیک میشه، یعنی بندازی زیر رادیکال. خب مثلا شما 25 رو که میندازی زیر رادیکال میشه 5، کوچیک شد. 100 رو میندازی زیر رادیکال، حالا به فرجه 2 منظورمونه، کوچیک شد. آقا یه قولو بندازی زیر رادیکال چی در میاد؟ بچه قول در میاد، کوچیک میشه دیگه، نه؟ پس کار این ریشه گرفتن یا همون رادیکال ما اینه که عددو کوچیک میکنه. توانهای گویا چیه؟ مثلا ما میگیم آقا 2 به توان 3. خب دانش آموز میدونه یعنی 2 به توان 3 یعنی 3 بار باید تو خودش ضرب بشه. اما توان شما این دفعه گویا میشه، کسری میشه. توان کسری یعنی رادیکال. پس آقا چیز جدیدی نمیخوایم بگیم، همون توان و رادیکال خودمون در قسمت‌های ابتدایی 0 تا 100 ریاضی انسانی هم. ببین داستان توان‌ها رو بلد باش. مثلا 2 تا عدد توان 2 رو وقتی میخوای تو هم ضرب کنی، یا وقتی میخوای به هم دیگه چیکار کنی، تقسیم کنی، یا یک عدد تواندار رو هنگامی که میخوای به یک توان دیگه برسونی، داستانشو بلد. حالا مثلا اینجا من پایه ها رو برابر کشیدم، اگه اینجا M باشه، اینجا N باشه، MN. خب پایه ها برابر، توان ها رو با هم جمع کن، پایه ها برابر. حالا اینطوری هم مینویسن دیگه، MNOMی هم مینویسن. از هم چیکار میکنیم بچه ها؟ چم میکنیم؟ اینا رو تو همدیگه چه کار میکنیم؟ ضرب میکنیم. مثلا وقتی به دانش آموز میگم آقا 8 به توان 3، خب این 8 یعنی 2 به توان 3، به توان 3 دیگه. اوکی پس اینا باید تو همدیگه چی بشن بچه ها؟ ضرب بشن. در مورد توان ما گفتیم سعی کنید این عبارت یا این پایه شما اعداد اول باشه، عدد اول باشه و این توان شما حتی المقدور از لحاظ علامتی چی باشه؟ مثبت باشه. حالا اگر پایه ها مثلا برابر نبود چیکار می‌کردیم؟ مثلا ما گفتیم آقا آ ضرب در بی، اینجا ام، اینجا ام، اینا با هم برابر بودن، میشد آ بیوم، اینجا میشد ام. توی تقسیم همین داستان داشتیم، آ بیوم، اینجا ام، اینجا ام، توان ها برابر بودن، میشد آ بیوم ام. آقا نه توان برابر بود نه پایه، شروع می‌کردیم به خرد کردنش. تو جمع و تفریق توانی ها چیکار میکردیم؟ آقا میشمردیم دیگه، مثلا 2 به توان 5 به علاوه 2 به توان 5 به علاوه 2 به توان 5، اینو میشمردیم، یا مثلا به علاوه 2 به توان 5. اینو وقتی میخواستیم بشمار میگفتیم آقا 4 تا 2 به توان 5، خود 4 رو هم میگرفتیم 2 به توان 2، پایه ها برابر، توان ها رو با هم جمع میکردیم. بچه اینه کلی گویی هایی هست، یاداوری هایی هست که ما تو کلیپ شماره 1 به شما عزیزان آموزش دادیم. حتما ببینید توان و رادیکال کامل از اول برو بشیم، ببین که اینجا دوچار مشکل نشیم. خب اینا شد در مورد توان. من قبل از اینکه بخوام برم داخل ریشه و توانهای گویا، بعد یکی دو تا مثال حل کنم تو یادت بیاد این توان چی بود. من نمیتونم بچه واسه شما قصه تعریف کنم، ریاضی قصه تعریف کردن نیست، ریاضی مثاله. نگاه کنید. خب بچه بریم سراغ اولین مثال. خب گفته حاصل این عبارت رو به دست بیار. بیایم سراغ ساده سازی. آقا اشاری داشته باشیم؟ نه. 14 چی بنویسم؟ بنویسم 4 به 10 به 2 ساده کن، میشه 2 5. توانش -2ه. توان رو چیکار کنیم بچه ها؟ مثبت بشه، کسر رو برعکس میکنیم، میشه 5 2 مثبت 2. بیا سراغه عدد چیه؟ دانش آموز میگه عدد مخلوط، 2 2 تا 4 4 1 میشه 5 2 5 2 به توان 3. اول مثبت مشکل نداره. بیا سراغه مخرج مشترک، میشه 2
دو هفته 14 تا، 14 تا منهای 9 تا میشه 5 تا. به توان چقدره؟ به توان منفی 5. چیکار کنم مثبت بشه؟ معکوسش کن. 2/5 مثبت 5. خب تموم شد. ببین ساده سازی اولیه تموم شد، ولی ما به شما گفتیم تو یک خط بنویس، یک خط بکش، اونایی که تو صورتن باشن، اونایی که تو مخرجن بیان تو مخرج. اولیش 5 2 2 2 ضرب داره، بعدی 5 3 2 3 ضرب داره، بعدی 2 5 2 5 5 5. بچه بیام سراغ حساب کتاب. آقای امینی 5 2 5 3 پایه ها برابر، تواناشون رو جمع میکنیم میشه 5 5 با 5 5 خدا نگهدار. 2 3 2 2 پایه ها برابر، توانا رو جمع میکنیم 2 5 با 2 5 خدا نگهدار. جواب ساده سازی 1. ببین همینی که بهت میگم، روش مبتکرانه ابدا نکن، یه ذره ممکنه طولانی بشه، ولی خب جواب به راحتی به دست. بعد خب 8 25 اول نه، پس مطلوب من نیست. چیکار کنم مطلوبم بشه؟ ساده کن. اولا که توانش یه منفی، اگه میخواد مثبت بشه این بعد برعکس بشه، پس میشه 25 هشتم به مثبت 3. پس بچه 25 میاد بالا، 25 یعنی 5 2، 8 هم یعنی 2 3. دوستانی که یادشون رفته کلیپ شماره 1 رو، من اومدیم اعداد تواندار رو کامل نوشیم، فراموشتون نشه. کلیپ شماره 1 توان رسانی و رادیکال. 8 هم اشاریه مطلوب من، چیکارش کنم؟ مینویسم 8 تقسیم بر 10 به توان 4. ساده میشن، آقا به 2 بزن میشه 4، به 2 بزن میشه 5 به توان 4. بچه 5 مشکلی نداره، اما 4 رو باید بنویسی 2 به توان 2 به توان 4، چون اول نیست. 2 دهمو چیکارش کنم؟ مینویسم 2 دهم به 2 ساده کنم میشه 1/5. تمام. بل چند تا خط؟ یه دونه خط. بریم برای حساب کتاب کردنش. تمام شد. خب فقط توان تو توان ضرب میشه دیگه، میشه 5 6، اینجا هم میشه 2 3 3 تا 9 تا ضرب داره، ضرب داره. بله اینجا 2 8 2 4 تا 8 تا 5 4 ضرب داره، ضرب داره. 1 5 1 5 بله این هست، مساوی هست. بریم برای ساده سازی. آقا 2 8 با 2 9 ساده میشه، 2 1 میمونه، این هم میشه 1. پایه ها برابر، توانا جمع کن، 5 5 5 6 5 1 میمونه، میشه 5 به 2. 5 به 2 هم یعنی 2 مونه. این هم هست. ببینیم بچه ها روش توان رسانی همین دوست. بعدی اول میریم داخل این بسته، ببینیم داخل این بسته چه خبره. البته 8 1 به توان 3 چشمکی میزنه، ما هم چشمک بهش میزنه، میگیم 8 2 1. میگه چی آقای امینی؟ این 3 به توان چند بود بچه ها؟ 4. به توان چند میرسه؟ 3. پس 3 به توان 12 دمه در منتظر، 3 به توان 12 مخرج 1 ضرب در. یه خط کسری هم اینجا باید داشته باشه. خب اول از همه این توان منفی، ببین کلش منفی نیست، این منفی به خاطر اینکه مشکلش حل بشه میاد تو مخرج، یعنی جای صورت تو مخرجش بده حذف بشه، اون که تو صورت میاد تو مخرج. پس این 50 سر جاش میمونه. نگاه کنید بچه، این به توان 2 هست میشه 3 به توان منفی 4، وقتی میاد پایین میشه 3 به توان 4، پس اینجا میشه 3 به توان منفی 4، میاد پایین میشه 3 به توان 4، اینجا هیچی. اوکی. و اینجا هم یه دونه 5 به توان 2 هست، 5 به توان 2. اوکی نگاه کنید، 5 به توان منفی 4، 5 به توان 2 سر جاش هست، منفی 4 میاد 3 به توان منفی 4 میاد پایین میشه 3 به توان مثبت 4. خب بچا 5 به توان 2 یعنی 25، 25 رو به 50 بزنیم میمونه 2 دیگه، 2 تا 25 میشه 50. کل این بسته توان چند داره بچه‌ها؟ توان 3 داره، پس میشه 2 به توان 3 میاد اینجا. خب 3 به توان 4 به توان 3 میشه 3 به توان 12. بچه 3 به توان 12 با 3 به توان 12، 2 به توان 3 به عدد 8 میرسیم. ببینید ساده کردن به همین ترتیب، به همین نحو، اعشاری نباشه، پایه های ما حتی المقدور اعداد اول باشن، توان منفی دیدی از تو صورت بیارش تو مخرج، یا از مخرج بیارش تو صورت مثبت بشه، کسرم که بود جای صورت و مخرج رو عوض کن.
من اینا رو گفتم که توان رسانی یادت بیاد. درس امروز توان رسانی نیست. میخوایم بریم سراغ درس امروز. خب بچه ها بریم سراغ توانهای گویا. آقا به شما میگن 2 به توان 1/2. دانش آموز میگه آقا 2 به توان 1/2 یعنی چی؟ نگاه کن. مثال ساده. خب ببینید. اینجا 0، اینجا 1، اینجا 2، اینجا 3. مثلا من میگم 2 به توان 0، 2 به توان 1، 2 به توان 2، 2 به توان 3. میخوام به دانش آموز بگم آقا این اعداد اگه قرار باشه رو توان پایه 2 من بیه، خب 2 به توان 0 که میگم 1 میشه، 2 به توان 1 2، 2 به توان 2 4، 2 به توان 3 8. وقتی به دانش آموز میگم 2 به توان 1/2، خب یعنی 2 به توان 0.5 دیگه، اون توان شما بین 0 و 1 یعنی اینجا هست. بچه ها نگاه کنید، 2 به توان 1/2 یعنی یه عددی بین 2 به توان 0 و 2 به توان 1، درست یا نه؟ خب 2 به توان 0 رو که فهمیدی شد چقدر؟ 1. 2 به توان 1 هم که میدونستی شد 2. پس اینجا جواب شما یه عددیه بین 1 و 2. این از لحاظ ریاضیش. از لحاظ تستی حل کردن و ساده سازیش میگیم آقا توان کسری یعنی رادیکال. این عدد در واقع همون رادیکال 2 هستش. پس 2 به توان 1/2 همون چیه؟ رادیکال 2 هست که میدونیم میشه 1 و خورده‌ای، یه عددی بین 1 و 2 میشه. پس اگر آ به توان MNM دیدی، یعنی به توان کسر دیدی، باید جاش بنویسی رادیکال. خب این آ میره زیر رادیکال. این دوتا توان و فرجه منه، M داخل N بیرون. اصطلاحاً من بهش میگم تو تقسیم بر بیرون، تو تقسیم بر بیرون. پس بچه جان اگر بهت گفتم رادیکال 2 می‌نویسی 2 به توان، دنبال یک کسر باش، تو تقسیم بر بیرون. آقا تو توان نداره، بیرونم فرجه نداره. خب نه گفته نمونه، وقتی توان نداره چنده؟ 1. وقتی فرجه نداره چنده؟ 2. پس میشه 1/2. حالا اگه به دانش آموز بگم 5 به توان مثلا 3/7 چی میشه؟ خب دانش آموز می‌نویسه 5 به توان 3/7، یعنی رادیکال 125 به فرجه 7. اوکی؟ یا تو تقسیم بر بیرون. خب آقا اومدیم اون منفی بود. توان وقتی منفی باشه بچه برای ما اگه فرقی داره، حالا کسری میخواد باشه میخواد نباشه، اینو برعکس میکنه. این آ یکمه، آ چندمه؟ یکمه. جواب شما میشه 1/ام ام انم، یا ام انم برای کلش. خب یک فرقی نداره، ام انم میاد اینجا دیگه. پس میشه 1 رادیکال آ ام انم. پس اگر منفی بود روحیت به هم نریزه، بگی آقا امینی گفت منفی باشه جای صورت و مخرج و کسر رو عوض میکنیم، صورت میاد پایین مخرج میره بالا. خب این توان هم میشه مثبت، این ام ان ام اینجا. خب 1 به توان ام ان ام که میشه 1، حالا آ به توان ام ان ام میمونه که به این صورت نوشته میشه. همه داستان همینه. بریم چند تا مثال حل کنیم ببینیم داستان از چه قراره. خب دوباره بچه هم مثال برای اینا، مثال شماره 1، مثال شماره 2 و مثال شماره 3. من قانون خودم پا بر جای، من میگم اینا اعداد توان دارن، پایه من حتی المقدور اعداد اول باشه، توانم مثبت باشه. 27 راست کار من نیست، 27 یعنی 3 به توان 3. به توان منفی 1، منفی 1 توش ضرب میشه میشه 3 به توان -3. بخوام مثبتش کنم میشه 1 3 به توان -3، برعکس شد دیگه، این 3/1. حله. 9 به توان 4/3، 9 اول میگی نه، پس چی بنویسم؟ میشه 3 به توان 2 به توان 4/3. این هم توی این چی میشه بچه ها؟ ضرب میشه میشه 3 به توان 8/3. این 2 منظور 2/1 که صورت در صورت مخرج در مخرج ضرب میشه. تمام. ببینیم چی داشتیم؟ یه خط کسری. آقای امینی این باید بره تو مخرج، میشه 3. اینجا 3، اینجا 3 به توان 8/3 میمونه مثبت، 3 به توان 1/3 میمونه مثبت. بسم الله. آقا پایه ها برابر، 3 توان ها رو با هم جمع کن میشه 9/3. 9/3 یعنی 3. خب اینم که یعنی 3. ساده کن بره پیکارش میشه 1.
ببین همون قانون خودمون بود، ولی این بار توان چی بود؟ کسری بود یا گویا بود. مدل بعدی 2.45. بچه داستان ما چی بود؟ اعداد چی داشته باشیم بچه ها؟ پایه های اول داشته باشیم، دو اوله. اما 6/8 که میتونم ساده کنم، آقا این به 2 میشه 3، اینم به 2 میشه 4، مشکلی ندارید؟ میگی نه. 4 عدد اوله؟ نه. پس بجاش مینویسیم 2 به توان 2 به توان 2/3، پس میشه 2 به توان 4/3. آقا با نیم مشکلی نداری؟ نه مشکل دارم، اعشاریه، اعشاری به درد من نمیخوره. 5/10 مینویسم 1/2، 1/2 هم میتونم بنویسم به توان 13/12. خب یکش که چی؟ فقط 2 میمونه. چند تا خط؟ یه خط. بیاره حساب کتاب. خب اینجا میشه 2 به توان 3/4، 2 به توان 3/4 ضرب در. آقای امینی اینجا هم که تو این ساده سازی کردی شد 2 به توان 4/3، 2 به توان 4/3، درسته؟ 2 به توان 4/3. این هم که نمیشه 1/2، 1 چه هیچی، 2 تو مخرج میشه 2 به توان 13/12. بریم سراغ حساب کتاب. بچه این 2 به توان 13/12 هم اینجا، اینجا هم 2، پایه ها برابر، توان ها رو با هم جمع میکنم. من بخوام این دوتا رو با هم جمع کنم نیاز مخرج مشترک بگیرم. خب مخرج مشترک 3 و 4 چقدر میشه؟ بچه هم میشه 12. خب 3/3 میشه 9 تا، 4/4 هم میشه 16 تا، میشه 25 تا. پس میشه 2 به توان 25/12، اینم 2 به توان 13/12. دو تا عدد توان دار، پایه ها برابر، توان ها رو از هم جمع میکن، مخرج مشترک که 12. چند تا میمونه؟ دانش آموز میگه خب 12 تا میمونه دیگه، 25 منهای 13 12، 12 به 12 میشه 1، پس میشه 2 به توان 1 یا 2. ببینید بچه ها روال کار همون روال قبلیه، فرقی نکه، حالا اعشاری باشه غیر اعشاری باشه. خب بچه ها بریم سراغ سوال 3. خب داستان همون داستانه دیگه، 18 4 5 3 2، توان ها مثبت مثبت مثبت. ساده سازی کنیم بچه، 18 یعنی 9 ضرب در 2، 9 ضرب در 2 یعنی 3 به توان 2 ضرب در 2، کلن به توان نیم. آقا توان کسریه، خب باش، 4 پایه توه، به پایت نگاه کن، این فقط مثبت باشه، 4 یعنی 2 به توان 2، 2 به توان 2 به توان 2/10، تمام. اینم که هیچ، اینم که هیچ. بنویس، بریم سراغ خط اصلی و آخرش. آقا اینجا 3 به توان 9/10 پایه اول توان مثبت، اینجا هم 2 8/10 پایه اول توان مثبت، اینجا ضرب کن میشه 3 به توان 2/2 میشه، بچه این هم 1/2 دیگه، 2 ضرب در 1/2 میشه 3 به توان 1 ضرب در 2، 2 به توان نیم هم که میشه 2 به توان نیم ضرب در. خب این هم که توی این ضرب بشم 2/10 میشه 4/10 میشه 2 به توان 4/10 ضرب در. 5 به توان 2/10. آقا من تا اینجا که بلد بودم ساده سازی رو انجام دادم، حالا پایه ها برابر، توان ها رو با هم جمع میکنم، 2 ضرب در 2 یکیشو بنویسم میشه 9/10، پس میشه 2 به توان 9/10. بچه 2 8/10 با 2 9/10 ساده میشه، یه دونه چی میمونه؟ 2 به توان 1/10 میمونه دیگه. اوکی خب آقا یه دونه هم اینجا 3 به توان 1 دارم، دست در نکنه، 3 به توان 1، یه دونه هم 5 به توان 2/10 دارم. بچه این 5 به توان 2/10 رو میتونم بنویسم 5 به توان 2؟ اینجا اینقدر خلاقیت میخواد، به توان 1/10. آقا ببین اگه این تو این ضرب بشه میشه 2/10 دیگه، 1/10 ضرب در 2 2/10. خب آقای امینی اینجا هم که 3 به توان 9/10 داری دیگه، 3 به توان 9/10 داری، اینو ترکندیم، با این رفتش، این موند، این موند، اینم موند، که فقط من اینو نوشتم 5 به توان 2 به توان 1/10. خب آقا اگه من اینم با این ساده کنم یه دونه 3 به توان 1/10 میمونه دیگه، تموم شد.
پس موند دو به توان یک دهم ضرب در سه به توان یک دهم ضرب در 25 به توان یک دهم. بریم سراغش. توان یک دهم رو بنداز بالا. پایه ها رو تو همدیگه چیکار کن؟ ضرب کن. خب دو تا 25 تا میشه 50 تا، سه تا 5 تا میشه 150 به توان یک دهم. بله اینم یه تیپ تست دیگه. ببین وقتی ما یه قانون به شما گفتیم، حالا میخواد کسری باشه، میخواد یعنی گویا باشد، میخواد گویا نباشد، پایه های ما اعداد اول باشن، توان های ما مثبت باشن، خیلی راحت همه شکسته میشه. حالا اگر دانش آموز بپرسن 150 به توان یک دهم یعنی چی، دانش آموز میتونه جوابش اینطوری بده، یعنی آقا رادیکال 150 یک دهم هم میتونه بنویسه آقا یک به ده دیگه، نگاه کنید یک به ده، تو هست یک، بیرون هست ده. تموش. اینم از این سوال. بریم ادامه داستان. سوال شماره 4. گفته ریشه 23 این عبارت رو به دست بیار. خب من نمیدونم این چی میشه جوابش، میشه آه. خب قرار ازش ریشه چندم بگیرم؟ 23 اینجا هم آه. اینو عد حساب کن. اول بریم سراغ آه، یه خط کسری بکش، اعدادی که بچه ها پایه هاشون اول نیست رو تبدیل کن به اعداد اول. خب 24 یعنی 3 ضرب در 8، 8 یعنی 2 به توان 3، اینم که یعنی 2. خب این مد به توان این چقدر برسه بچه ها؟ 2/3 برسه. 4 یعنی 2 به توان 2 به توان 7/2 میرسه. 32 یعنی 2 به توان 5 به توان 2 میرسه. بچه 27 یعنی 3 به توان 3 به توان منفی 1/3 میرسه. 48 یعنی 16 ضرب در 3. خب 16 ضرب در 3 رو میتونم بنویسم 2 به توان 4 ضرب در 3 به توان منفی 1/4 میرسه. بریم سراغ ساده سازی. خب ببین یه دونه 2 دارم اینجا، یه دونه خب این قرار شد بشه 3/8 دیگه، درست شد؟ پس این 3 هست، ببخشید 3/8 24 تا الان درست شد. خب پس یه دونه 2 دارم، یه دونه 3 دارم. اگر اینو من تو این ضرب کنم 3ش با 3ش میره میشه 2، اینم میشه 3 به توان 2/3 ضرب داره. بچه این میشه 2 به توان 7، کارش دیگه میتونم بکنم، فقط این 2 با 2 میره میشه 7. اینجا 5 به توان 2 به توان میشه 2 به توان 10، اینجا میشه 3 به توان منهای 1 ضرب داره، میشه منهای یک. اینجا اگر انجام بدیم میشه 2 به توان این با این میره منهای 1 ضرب در 3 به توان منفی 1/4. بچه بریم سراغ ساده سازی. خب آقای امینه این 2 به توان منفی 1 با این 2 به توان 10 میشه 2 به توان 9. خب 2 به توان 9 اینم 2 به توان 9 خدا نگهد. 3 به توان منهای 1 3 به توان منهای 1/4، پس میشه 3 به توان 4/4 1/4 میشه منهای 5/4، ببرش بالا میشه 3 به توان مثبت 5/4. خب بچه ها نگاه کنید، اینجا میشه 3 به توان مخرج مشترک 12، پایه ها برابر، توانه ها رو با هم جمع بکن، 2 4 تا اینجا 8 تا، 3 5 تا اینجا 15 تا، میشه 23 تا، پس میشه 3 به توان 23/12. این قرار بره زیر این رادیکال. پس جواب آخر، جواب نهایی چه اتفاقی میفته؟ میشه رادیکال فرج 23 داخلش 3 به توان 23/12. خب درست شد؟ بچه ما گفتیم رادیکال یعنی تو تقسیم بر بیرون، تو تقسیم بر بیرون. خب اچه من قراره اینو به این چیکار کنم؟ تقسیم کنم دیگه، میشه 3 تو ام تقسیم بر ان آ به توان ام انم، پس میشه 23/12 به روی 23/1. خب 23ش که باید با 23 میشه 23 1 ضرب در 23 12 ضرب در 23 میشه، اینم با این ساده میشه، میشه 1/12، یعنی رادیکال 3 اینجا 1 اینجا 12.
خب دانش آموز عزیز، اگر این حرکت آخر باست یه ذره سخت و فرمولیه، به این نگاه کن. من اینو از قصد فرمولی نوشتم. ببین اینجا سه داشتم، خب به توان اینجا فرجم 23 بود، داشتم 23 دوازده، میتونستم بنویسم 23 اوکی ضرب در 1/12. آره یا نه؟ ببین به این صورت میتونستم بنویسم دیگه، اینش با اینش میرفت، 3 به توان 1/12 میموند و به این جواب میرسیدم. اینم یه راه دیگه، حالا 23/12 هم میشه نوشت به این صورت که دانش آموز بدون اقلی این 23 با این 23 میپره، 3 به توان 1/12 میمونه، فرقی به حال ما نداره. این ساده سازی. بعدی رو نگاه کنید بچه ها، گفتم حاصل این عبارت رو به دست بیار. خب میام سراغ نیم. بچه نیمه به درد من نمیخوره، میشه چقدر؟ میشه 1/2. 1/2 یعنی 2 به توان منفی 1. اوکی، بعد تو تقسیم بر بیرون میشه 2 به توان منهای 1/6 ضرب در 2/9 به توان منهای 2/3، توانش منفی، این برمیگرده میشه 9/2 به توان مثبت 2/3. بچه 9 به درد من نمیخوره، به جاش مینویسم 3 به توان 2. اوکی، اینم چه یه دونه 1. بیایم سراغ این یکی، پس میشه 3 به توان، اینو تو این ضرب کن، 4/3، اینم 2 به توان 2/3 ضرب داره. توان این منفی، اینو برعکسش کن، میشه 2/3 به توان 3/2. حالا میشه 2/3 3/3 ضرب داره. 4 هم یعنی 2 به توان 2، پس میشه 3/1/2. 2 به توان 2، اینم 1/2، پس میشه 2 به توان 1. بریم برای ساده سازیش. بچه این منفیه بخواد مثبت بشه میاد تو مخرج، پس میشه اینجا 1، اینجا 2 به توان 1/6. خب ساده سازی کنیم دیگه، تمام بشه بره دنبال زندگیش. خب بریم تو صورت، 3 به توان این، 3 به توان این، پس مخرج مشترک 3، 2 3 تا 6 تا، 2 4 تا 8 تا، اینم 3 تا، میشه 11 تا ضرب داره. یه دونم 2 به توان 3/2 اینجا. خب بچه نگاه کنید، اینو اینو این 2 هستن، پس میشه 2 به توان. خب بچه این مخرج 6ه، اینو ضرب در 2 کن، اینم ضرب در 2 کن، اینم ضرب در 6، تقسیم بر 6، پس یه دونه 6 داشته باشم. 1 با 4 میشه 5، 5 و 6 هم میشه 11 ضرب داره. یه دونم 3 به توان 2/3، 3 به توان 3/2 ببخشید، 3 به توان 3/2، شبیه هم شدش، یه مقداری داستان شد. خب عرضم به حضورتون که خب حالا بچه کار کنیم، بچه اینو نگاه کنیم، بچه این 3/2 دونم بنویسم 3/2 به توان 11/6، این هم میتونم بنویسم 2/3 به توان 3/2. 3/2. خب بچه من اگر بخوام جای این دوتا رو عوض کنم، اینو میتونم بنویسم 3/2، یه منفی بذارم اینجا. خب الان یه دونه 3/2 من دارم. خب بچه اینا رو اگر بخوایم مخرج مشترک بگیریم، ضرب در 3 کن، ضرب در 3 کن، خب اینجا میشه 6، اینجا هم میشه منهای 9، اینجا هم میشه 2، چندم بچه ها؟ 6. 2/6 هم اگر ساده کنم خب میشه 1/3. بچه 3/2 یعنی 1/2، به توان چقدر؟ 1/3. 1/2 اینه هاشش، اینم 1، اینم 3. ببینید داستان همون داستانه، حتی این سوال در حد کنکور نیست، یکی از آزمون‌های کشوری اومده بود، ما براتون داریم حلش میکنیم. میخوایم به شما بگیم قوانین همونه. یه دوره بکنم من، چون تونتون حل کردم میذاره. میام سراغ این. آقا نیم به درد من نمیخوره، 1/2، 1/2 یعنی 2 به توان منفی 1، 2 تقسیم بر بیرون میشه منهای 1/6. پس اینجا شد چی بچه‌ها؟ شد 2 به توان منهای 1/6. مخرجم که 1، جای صورت مخرج عوض کردم، این شد مثبت 2 به توان 1/6.
خب 2/9 توانش منفی، توان منفی باشه کاری ندارم کسری هست یا کسری نیست، این برمیگرده این مثبت میشه، میشه 9/2 اون هم، یعنی 3 به توان 2، اینم 2 به توان 2/3 مثبت، این تو این ضرب میشه، میشه 4/3، اینم تو این 2 به توان 2/3 میاد مخرج. بعد این دوباره منفی برعکسش کن، 2/3 اینجا میشه مثبت 3/2، 2 به توان 3/2، 3 به توان 3/2. اوکی، 2 به توان 3/2، 3 به توان 3/2. بیا اینجا، خب این میشه 3 به توان 1/2، 4 هم یعنی 2 به توان 2 به توان 1/2 میشه 2 به توان 1. این شد عبارت ساده شده، ساده شده. خب میام سراغ اینا، میگم آقا تو این بالایی ها تو این پایینی ها بیام کدوم عبارت هایی رو در نظر بگیریم که پایه های برابر داره. این دوتا پایه برابر داشتن، یکیشو نوشتم، نیاز به مخرج مشترگیری هست، 2, 3, 6, 8, 3, 11. این رو داشته باش، این شد ساده شده این دوتا، این خودش میمونه. دوباره 1, 2, 3, 3 دارم مخرج مشترک، چون باید اینا رو جمع کنم، اینجا 6 اینو ضرب در 2 کردم، اینم ضرب در 6 6م و 4 6م و 1 6م، 6 و 4 10 10 و 1 11 6م، این یه دونه هم میمونه 3 به توان 2/3. خب بچه خوب نگاه کنید، این با این چیه برابر داره؟ توان برابر داره، پس میتونم توانشو بندازم کنار، این عبارت رو بنویسم. این دوتا هم چیه برابر دارن؟ توان برابر دارن، توانشو انداختم کنار و پایه هاشو نوشتم. اوکی، ولی اینجا 2/3، اینجا من 3/2 نوشتم، اینجا اگر 3/2 اینجا 2/3 بود، اینو برعکس کردم، یه دونه منفی انداختم به توانش. خب حالا میگم آقا توی دوتا ضرب که پایه ها برابرن، توان ها رو با هم جمع میکنم، وقتی با هم دیگه جمع کنم مخرج مشترک باید بگیرم، میشه منهای 9، اونجا هم میشه 11، دو تا میمونه میشه 2/6، ساده میشه، میشه 1/3، 3/2 یعنی 1.5، اینم 1/3 یعنی 2 تقسیم بر بیرون، یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 2 دیگه. بچه این سوال جان مطلب و حق مطلب رو ادا کرده توی توانهای گویا، انشاءالله که یاد گرفته باشید. با ما همراه باشید تو کلیپ بعدی در مورد تابع نمایی و معادلات نمایی صحبت می‌کنیم.